به طرف عکس یه پلنگ رو نشون دادن، گفتن شما تو زبون خودتون به این چی میگی؟ طرف که ترس برش داشته بود گفت ما غلط بکنیم به این چیزی بگیم. حالا داستان خامنه است که اومده سخنرانی کرده، اما به خاطر ترس از قیام از حرفاش ماست مایه نمیگیره. باید این ایمان، اتحاد، ایستادگی و حضور در صحنه را حفظ کرد و با استفاده از توانایی ها و ظرفیت های داخلی و برنامه‌ریزی عاقلانه ساخت درونی نظام را چنان مستحکم کرد که دشمن از توطئه هایش مایوس شود و دست از دشمنی بردارد. میگه اوغلای نظام ساخت درونی نظام رو مستحکم کنن، یعنی مغور میاد که ساخت و بافت نظامش شلو بله، یه چیزی تو مایه های شیر برنج. البته حزما این آخر عمری خیلی دلش میخواد نظامشو یک دست کنه، اما چی؟ میترسه. از چی؟ از شما که تو 88 فیتیل پیچش کردی، الان دیگه از فیتیل پیچ و پیچ پیچک نمیترسه، بلکه میترسه این بار ضربه فنیش اونم با سالتو. من به همه این آقایان محترمی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری هستن این رو عرض میکنم، حرفیش که بارها گفتیم، تصمیم بگیرن، به مردم هم بگن، در تبلیغاتشون هم بگن، قول هم بدن که برای پیشرفت امور کشور، برای توسعه اقتصادی، برای باز کردن گره ها، نگاهشون به بیرون از این مرزها نخواهد بود، نگاه به خود ملت خواهد بود. میگه تو تبلیغاتتون قول بدین. عزما کجای کاری، اینا چلو کباب و دیزی سنگی هم میدن، اما بازم بازارشون سوت و کوره. آخوندهای حکومتی تو قول دادن و حرف مفت زدن که کم نمیارن، حرف مفت که مالیات نداره. حالا اینا کنار، دوستان ببینید سر نظام خودش چی گفته. البته این رو همه بدانن و میدانید، دشمنان نظام جمهوری اسلامی از توانایی های خود برای ضربه زدن هر جا بتونن استفاده میکنن، تا حالا اینجور بوده است. هیچ فرقی وجود ندارد بین فلان تیم و فلان تیم در مجموعه حکومت آمریکا، اونا هم که قبلا بودن به طور دائم تهدید میکردن، اینا هم که حالا هستن اینا هم تهدید میکنن، هیچ فرقی نداره. در این که نیتشون نیت خباثت آلودی است نسبت به ملت ایران و کشور ایران و نظام جمهوری اسلامی، همشون مثل همن، تفاوتی بینشون نیست. یه زمانی رجز میخوندن که ناوای آمریکایی سیبلمونن، اسرائیلو با خاک یکسان میکنه، حالا فقط میگه همشون مثل همن. آره اربا همش، از وقتی اوباما جونش رفته ماستو کیسه کرده و جیک کم نمیزنه، آخه میترسه و میلرزه. تغییر دوران یعنی همین.